انتقاد شمار از اعضای مجلس نمایندگان از خاموشی حکومت در برابر حملات راکتی پاکستان بر ولایت‌های شرقی و کاهش اعتماد مردم افغانستان نسبت به آمریکا. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام به برنامه خبری این ساعت ما خوش آمدید. امروز دوشنبه 9 اسد سال 1391 خورشیدی برابر است با 30 جولای سال 2012 میلادی. من فواد امان هستم. بیشتر بخش های مرزی افغانستان در تهدید جدی پاکستان قرار دارند. شمار از اعضای مجلس نمایندگان خاموشی حکومت در برابر حملات موشکی پاکستان بر ولایت های کنر و نورستان را به شدت انتقاد می کنند. آنان تاکید می کنند که رئیس جمهور کرزی با خاموشی در برابر حملات موشکی پاکستان قانون اساسی را نقض کرده است. در جریان 4 ماه گذشته پیش از 2000 موشک توسط نظامیان پاکستانی بر ولایت کنر شلیک شده است. با این حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان ادعا دارند که بخش بیشتر مرزهای افغانستان در تهدید پاکستان قرار دارد. رازی چلدی شورا نن کنل د پاکستانی و صوبه اعلان کو او یو چی کنل سرلنن د پاکستانی و صوبه ده د افغانستان سرحدات د بدخشان سره شروع تر نیمروز پوری ټوله تر تهدید لاندې دي. هر ځای پاکستان مداخله کړې ده، هر ځای پاکستانیان مخ ته راغلي دي. برخی دیگری از اعضای مجلس میگویند رئیس جمهور کرزی بر بنیاد سوگند وفاداری که یاد کرده است باید از تمامیت ارضی افغانستان در برابر عملات موشکی پاکستان دفاع کند. در غیران خاموشی او میتواند خیانت ملی پنداشته شود. به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم، قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم، از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم. عدم دفاع از تمامیت ارضی خودش جنایت و خیانت است. بیایم وکلسای با ما هم که دست خود روی قانون اساسی قرآن شریف گذاشتیم که قانون اساسی را مراعات کنیم، بیایم که ما یک سلس کلی اعضا رئیس دولت اینجا مسئولیتش را بخواییم. وزیر صاحب چی میتونه وزیر دفاع و داخله تا زمانی که رئیس جمهور تصمیم نگیره امر نده که او وزیر صاحب دفاع شما باید فایر کنین؟ ای که آمریکا چی میگه بلایم در پسش. با این حال کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان ادعا میکند که تیرباران یک زن در ولایت پروان بر اثر اختلافات درونی فرماندهان طالب صورت گرفته است، در حالی که برخی از علاقات در کابل از عملیات پاکسازی طالبان در پروان جلوگیری کردند. در این ولسوالی متاسفانه عملیاتی که صورت گرفته توسط بعضی از حلقات در خود کابل جلوگیری شده به گزارش مسئولین درجه اول ولایت پروان. نگرانی از این مجلس نمایندگان بار دیگر از عملیات موشکی پاکستان در حال مطرح می شود که حکومت افغانستان به زودی نشست را با پاکستان در شهر جلال آباد به هدف جلوگیری این گونه عملیات برگزار می کند. از سوی دیگر آیساف ادعای پاکستان بر همکاری نکردن نیروهای خارجی در جلوگیری از عبور جنگجویان مسلح از مرز به داخل افغانستان را رد می کند. آیساف می گوید هرگاه پاکستان خواستار کمک در این مورد شده است، پاسخ مثبت دریافت کرده است. با این حال سخنگوی آیساف از آغاز تلاش های جدی جهت توقف راکت پراگانی های پاکستان به بخش های ولایت های کنر و نورستان خبر می دهد. مقامات پاکستان اخیراً ادعا کرده اند که ده ها مورد عبور شورشیان از مرز به داخل افغانستان را به نیروهای آیساف خبر دادند، اما این نیروها با آنان در این مورد همکاری نکرده اند. اما آیساف با نشر اعلامیه مسئله عدم همکاری نیروهایشان در جلوگیری از عبور شورشیان به افغانستان را رد می کند. این ادعای پاکستان که گفته است در روی این کشور از 52 مورد عبور جنگجویان از سرحدات به نیروهای بین المللی خبر داده است درست نمی باشد و هرگاهی که اردوی پاکستان در این زمینه تقاضای همکاری نموده پاسخ مثبت دریافت کرده و آیساف یک نیروی مناسب را به منطقه فرستاده است. سخنگوی آیساف در یک نشست خبری گفت که این نیروها خواهان توقف حملات راکتی از خاک پاکستان بالای افغانستان می باشند. هرچند از ادامه شلیک راکت های نظامیان پاکستان به بخش های ولایت های شرقی کشور دست کم
سال میگذرد، اما مقامات محلی ولایت کنر میگویند که هنوز هم این حملات ادامه دارد. ما در قالب نشست نظامی سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایسف با مقامات امنیتی افغان یکجا کار میکنیم تا این حملات راکتی را متوقف سازیم. ما این مسئله را با مقامات نظامی پاکستان در میان میگذاریم. هر پاسخی که حکومت افغانستان خواهد داد قانونی خواهد بود و از مجراهای که مجراهای اصلی و قانونی است که بدون شک وزارت امور خارجه افغانستان است این موضوع را پیگیری میکند. همچنان آیسف عامل افزایش حملات به جان نیروهای افغان را بالا رفتن شمار و عملیات های این نیروها در برابر طالبان مسلح می داند. در همین حال وزارت امور داخله از موجودیت گروه های غیر مسئول در ولایت های کندوز و تخار ابراز نگرانی می کند و می افزاید که در یک سال گذشته 25 گروه غیر مسئول در این مناطق خل صلا شدند. کسایی هستند که بی بندوبار هستند و غیر مسئول، اصلا به هیچ قانون و هیچ چیز اعتنا ندارند. اینا خلص تلاش شدن، این عملیات ما ادامه داره. اما در بعضی گزارش ها پلیس محلی را با ملیشه ها چی میسازن؟ بله، یعنی اون فرق داره بسیار زیاد. اما کوشش میکنه این افراد در کندوز به خصوص افراد مسلح غیر مسئول کوشش میکنه که داخل تشکیلات پلیس محلی شدن به خاطر که سوء استفاده خوب کرده بتانه. این در حال است که در چند سال اخیر همواره نمایندگان ولایت های تخار و کندوز در شورای ملی از فعالیت های گروه های مسلح غیر مسئول در این ولایت ها شکایت داشتند. نهاد بازرسی ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که مشکلات در پروژه های بازسازی اعتماد مردم افغانستان نسبت به امریکا را کاهش داده است. مسئولان این نهاد با بررسی کار 7 پروژه بزرگ میگویند که کار این پروژه ها به گونه لازم به پیش نرفته است. این نهاد همچنان راهبرد توسعه مبارزه با شورشگری امریکا در افغانستان را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که راهبرد و برنامه های توسعه امریکا با شورشگری در افغانستان ناکارا بوده است. بر بنیاد گفته های این بازرس، امریکا در سال 2010 پروژه های بزرگ را به هدف جلب حمایت شهروندان افغانستان و مبارزه با شورشگری را اندازی کرده است و تاکنون 800 میلیون دلار آمریکایی را به این صندوق واریز کرده است. اما به باور او برنامه های عملی شده با مشکلات فراوانی همراه است. این بازرس ویژه امریکا در گزارش تازه خود گفته است که قرار بود تا کار ساختن 7 پروژه بزرگ سازندگی در جنوب افغانستان که 5 پروژه آن مربوط به برق رسانی می شود تا اواسط سال آینده میلادی به پایان برسد. اما بر بنیاد این گزارش تا کنون کار این پروژه ها به گونه جدی آغاز نشده است. بازرس ویژه امریکا در گزارشش نوشته است که احتمالاً کار این پروژه ها تا پایان سال 2014 میلادی نیز تکمیل نشود. دولت افغانستان قادر به نگهداری این پروژه ها نیست. زمانی که اهداف مشخص می شود و عملی نمی گردد، دولت های امریکا و افغانستان نسبت به این کار خود اعتماد مردم را از دست می دهند. بر بنیاد گزارش ها امریکا تا حال نزدیک به 1 میلیارد دلار آمریکایی را به پروژه های سازندگی هزینه کرده است. با گزارش سیگار، نیروهای آمریکایی در ولایت قندهار جنراتوری را خریداری کرده تا با نصب این جنراتور حمایت مردم را در این ولایت در برابر طالبان به دست بیاورند. اما در این گزارش آمده است که مصرف این پروژه تا سال 2013 میلادی 220 میلیون دلار آمریکایی هزینه برمی دارد. در حالی که نصب جنراتور قندهار به گفته USAID مزیت‌های مبارزه با شورشگری در کوتاه مدت داشته باشد، اما دولت امریکا نمی‌تواند به تعهدات خود به موقع عمل کند. سیگار همچنان در گزارش خود از جاده هلمند با هزینه 23 میلیون دلار انتقاد می‌کند و می‌گوید که این پروژه نتایج بدی را بدنبال خواهد داشت. سیگار دلیل این کار را عدم پرداخت غرامت حکومت افغانستان به کسانی عنوان کرده است که زمین‌هایشان را در این پروژه از دست دادند. در یک بخش دیگر این گزارش آمده است که تا کنون قرارداد ساخت 4 پروژه تولید برق با هزینه 300 میلیون دلار از بودجه زیربنایی آمریکا و قراردادهای آن داده نشده است. اما سفارت آمریکا در کابل در پیوند به این گزارش واکنش نشان داده میگوید که آمریکا نسبت به افغانستان تعهدات دراز مدت دارد. آمریکا در پیوند به این گزارش ها میگوید که این پروژه های مهم زیربنایی به مردم افغانستان نشان میدهد که دولت آمریکا نسبت به افغانستان تعهد دراز مدت دارد. از سوی همسیگار در بخش از گزارش تازه خود نگاشته است که پلیس مرزی افغانستان از چندین مرکز جدیدی که با پول آمریکا ساخته شده است به دلیل مشکلات فنی استفاده کرده نمیتواند. بر اساس این گزارش یکی از این مراکز لالپور 2 است که فاقد آب آشامیدنی میباشد و دومی آن مرکز پلیس مرزی در نازیان در ولایت ننگرهار است که به دلیل مشکل سیستم کانالیزاسیون مورد استفاده قرار نمیگیرند. با این حال پلیس افغانستان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.
جنرال عبدالرشید دوستم میگوید که وی میتواند در کمتر از یک سال گروه طالبان را از میان بردارد. وی در گفتگو با روزنامه تلگراف شماره طالبان را 9000 تن دانسته و تاکید میورزد که وی آگاه است که این جنگجویان را در کجا میتوان یافت. در این گفتگو جنرال دوستم حامد کرزی را نیمه امریکایی خوانده است. با آنکه جنرال عبدالرشید دوستم بیرون شدن نیروی خارجی از افغانستان را از دید شهروندان کشور زود انگام می داند، اما وی همچنان بر آمادگیش برای رویارویی با طالبان تاکید می ورزد. شمار افراد طالبان بیشتر از 9000 نیست. ما می دانیم کانان کیها هستند و در کجا پیدایشان کنیم. اگر برایم دستور داده شود تخمین می زنم که کمتر از یک سال را در بر خواهد گرفت تا رهبری طالبان نابود شود. چون این پنداشته می شود که در بقدرت رسیدن دوباره رئیس جمهور کرزی، پشتیبانی جنرال دوستم از او در انتخابات ریاست جمهوری نقش گسترده ای داشته است. پس از بیرون شدن نیروهای خارجی، روسای کرزی به شمار خواهد افتاد. ما در افغانستان می گوییم که او نیمه افغان و نیمه آمریکایی است، زیرا او زمان بسیاری را در آن کشور سپری کرده و حتی در آنجا دارای بنگاه های بازرگانی است. در هفته‌های اخیر جنرال عبدالرشید دوستم در رسانه‌ها بیشتر بحث برانگیز بوده است. این بحث‌ها زمانی اوج گرفتند که ریاست جمهوری اعلام کرد آقای دوستم به علت موانعی که در کار استخراج معادن نفت در شمال افغانستان ایجاد کرده بود، به دادستانی کل معرفی شده است. اما جبهه ملی که جنرال دوستم یکی از اعضای کلیدی آن است، این اتهام را رد کرد. به دنبال این قضیه وزارت دفاع افغانستان در نامه‌ای به جنرال دوستم توصیه کرد تا زمانی که جنرال ارتش است از فعالیت‌های سیاسی دور باشد. اما آقای دوستم در پاسخ گفت که وزیر دفاع ملی در مقام نیست که به وی دستور دهد و تاکید کرد که امیدوار است در آینده از تکرار چنین کار از سوی وزارت دفاع ملی پرهیز شود. مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگوید که در صورت دقیق بودن گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد جنایت‌های جنگی در کشور، از این گزارش حمایت میکند و خواهان پخش آن است. این مرکز همچنان دولت افغانستان را به غفلت در مورد معرفی کمیشنرهای کمیسیون مستقل حقوق بشر متهم میسازد. مسئولان مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی در نشست خبری میگویند در صورتی که گزارش حقوق بشر در مورد جنایات جنگی عاری از گرایش‌های سیاسی و بر بنیاد واقعیت‌های افغانستان تهیه شده باشد، از نشر آن حمایت میکند. ما در صورت پشتیبان و در عقب راپور کمیسیون حقوق بشر استاده خواهد بودیم با تمام قوت که راپور غیر سیاسی، عادلانه و به اساس حقایق موجود و گذشته در جامعه ما تحریر شده باشد. این مرکز از کمکاری دولت افغانستان در راستای حقوق زنان نیز انتقاد کرده و خواستار ایجاد معینت‌های ویژه برای بانوان در چندین وزارتخانه از جمله در وزارت داخله می باشند. در اقتصاد وزارت، د کلو د پراختیا وزارت، د کرنې او مالداری وزارت، عدلی وزارت، لوی ترنوالی او سوداګری وزارتونو کې باید د خزو د پر ځانګړي موینیتونه جوړ شي. از سوی همین مرکز از خاموشی دولت در مورد راکت پراکنی های پاکستان به بخش های شرقی کشور انتقاد کرده و از جامعه جهانی نیز میخواهد که در مورد اقدام کند. خواست ما از حکومتی است که پالیسی واحد و پالیسی متقابل واحد به ایباره داشته باشه و برای مردم معلومات دقیق بده ده ایباره. طالب مردم نمیفهمه که چی است. رئیس جمهور یک چیز میگه، ولی دیگه چیز میگه و دیگرا دیگه. مسئولان این مرکز همچنان خواستار مشخص شدن سرنوشت کمیشنرهای برکنار شده کمیسیون حقوق بشر افغانستان شده و از دولت میخواهند تا در این مورد توجه کند. از سوی دیگر، نهادهای جامعه مدنی در ولایت هرات از افزایش اختطافها در این ولایت نگران هستند. این نهادها برخی نیروهای امنیتی هرات را بر دست داشتن در اختطافها متهم می سازند و وجود فساد در نهادهای قضایی را عامل دیگر بلند رفتن آمار اختطافها در این ولایت می دانند. از سوی هم مقامهای ولایت هرات آمار اختطافها در این ولایت را در سال روان کمتر از سالهای پیش می گویند. آصف غفوری از هرات گزارش می دهد. این تصویر امام یک مسجد در ولسوالی غوریان ولایت هرات را نشان میدهد که چند پیش را بوده شده بود و پس از 40 روز شکنجه در قید آمدن روبایان سپس به قتل رسید. شماره از نهادهای مدنی هرات میگویند این ولایت بیشترین آمار اختطاف را در سطح کشور دارد و اکنون این آدم روبایی ها افزایش یافته است. میزان اختطاف ها به شدت در شهر هرات بالا رفته و شب گذشته هم از قلب شهر هرات دو نفر اختطاف صورت گرفته. خب این وحشت در بین مردم هرات به شدت دامن زده، این مشکل روانی پیدا کرده برای فامیلا. در تازه ترین مورد پسر یک تن از دکتران و یک تن از قالین فروشان هرات از سوی افراد مسلح ربوده شدند.
اتحادیه دکتران هرات و برخی از نهادهای مدنی نگران دست داشتن نیروهای دولتی در آدمربایی های این ولایتند. جریاناتی که در شهر هرات اتفاق می‌افته به شکلی از اشکال ردپایش در یکی از ارگان‌های دولتی چی در سطح ولایت و چی در سطح مرکز وجود داره. به عنوان یک شهروند سوی زمانه نگاه میکنم که نه برای ما تعریف شده که او کسی گرفته شد چطور راه شد؟ ای کسایی که هست چرا گرفتار نمیشه؟ همه ای گروپ ها 7 نفریه. سازمانده این هم مشخصه. شما هر روزه شاید نشر خبرنامه های ما در مورد محاکمه افراد آدمربا در ولایت هرات و در محاکمه ما هستید که این مبین برخورد جدی و قاطع محاکمه ولایت هرات با آدمربایان هسته. اما تبدیل محکمه از ولایت هرات به دیگه ولایت ها چالشی است که ما بارها از او انتقاد کردیم که متاسفانه خلای قانونی است. اداره محلی هرات دست داشتن مقامای این ولایت را در اختطافا رد می کند و آمار این اداره نشان می دهد که در سال روان خورشیدی 9 تن از قید ربایندگان آزاد شدند و اکنون نیز 4 تن در چنگ ربایندگان قرار دارند. آصف غفوری، تلویزیون 1، هرات. مجلس نمایندگان موافقتنامه راهبردی افغانستان با بریتانیا را تایید کرد. در همین حال این مجلس طرح را به تصویب رسانده است که بر بنیادان سفیران افغانستان در کشورهای بیرونی نمیتوانند تابعیت دوگانه داشته باشند. مجلس نمایندگان تاکید میکند که سفیران دو تابعیته نمیتوانند از منافع ملی کشور دفاع نمایند. در حالی که گفته می شود بیشتر دیپلمات‌های افغانستان در بیرون از کشور دارای تابعیت دوگانه هستند، مجلس نمایندگان یک طرح 8 ماده‌ای را به تصویب رساند که بر بنیاد آن سفیران و دیپلمات‌های دو تابعیته نمی توانند که در سفارتخانه‌های افغانستان در بیرون از کشور کار کنند. اعضای مجلس نمایندگان به این طرح رای موافق دادند و آن را به سود منافع ملی کشور می دانند. از این پس بر اساس این قانون کسایی که تابعیت دوگانه داشته باشند نمیتونند سفیر و یا دیگر اعضای ماموریت دیپلماتیک را به خود داشته باشند و انتخاب شود. مجلس نمایندگان موافقتنامه راهبردی افغانستان با بریتانیا را که چند پیش توسط رئیس جمهور کرزی و دیوید کامرون نخست وزیران کشور در لندن به امضا رسید نیز مورد تایید قرار داد. فعالیت و این تلاش کمیسیون اختصاصی کمیسیون روابط بین المللی تشکر می کنیم که بسیار زحمت کشیدند. همزمان با این مجلس نمایندگان سند همکاری های سیاسی با کشور دومینیکن، سند آموزش های نظامی سربازان افغانستان در ترکیه، پیوستن افغانستان به مائده جهانی مبارزه با مواد مخدر و اساسنامه مرکز مطالعات حفظ آثار فرهنگی یونسکو را نیز مورد تایید قرار داد. برنامه خبری این ساعت ما در همین جا به پایان رسید و از توجه و همراهیتان تشکر. خداوند نگهدارتان.